سرخط خبرها. روی کار آمدن دوباره کهنه‌کاران پیشین، امرالله صالح و اسدالله خالد به صفت سرپرست‌های جدید وزارت‌های داخله و دفاع معرفی شدند. افراد با تجربه در بخش سکتور امنیتی هست. احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. ناممکن است که چهار انتخابات در سی و کمال برگزار کنند. کمیسیون شکایات هم از امکان تغییرهای گسترده در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی خبر می‌دهد. میدان وردک اونجا هم سطح تقلبات بالاتر از 75% هست. پروژه های توسعه‌ای بیرون از بودجه، ابزار کارزار انتخاباتی رئیس جمهوری. دیدبان شفافیت می‌گوید دفتر رئیس جمهور بودجه موازی با بودجه ملی ایجاد کرده است. یک پروسه است که از نفوذ سیاسی و سوء استفاده سیاسیون متضرر شده. و سونامی مرگبار در اندونزیا، تا کنون از کشته و زخمی شدن نزدیک به 900 تن گزارش داده شده است. سلام، به خبر 5:31 با من یاسر ابرار خوش آمدید. مشروع خبرها. ریاست جمهوری سرپرستان جدید وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی را معرفی کرد. امرالله صالح به جای ویس احمد برمک به عنوان سرپرست وزارت امور داخله و اسدالله خالد به جای طارق شاه بهرامی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی شدند. سرپرستان تازه قرار است به خاطر گرفتن رأی تایید به مجلس نمایندگان بروند. امرالله صالح و اسدالله خالد پیش از این هر کدام ریاست عمومی امنیت ملی را بر عهده داشتند، اما برخی ها تغییرات تازه در کابینه حکومت را یارگیری رئیس جمهور غنی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عنوان می کنند. همزمان با آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شدت گرفتن تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، رئیس جمهور غنی تغییرات گسترده در رهبری نهادهای امنیتی به میان می آورد. در اقدام تازه رئیس جمهوری دو منتقد حکومتش یعنی اسدالله خالد را به عنوان نامزد و سرپرست وزارت دفاع ملی و امرالله صالح را نامزد و سرپرست وزارت داخله معرفی کرد. اما برخی ها تغییرات تازه در کابینه حکومت را یارگیری رئیس جمهور غنی برای انتخابات ریاست جمهوری می خوانند. تغییر یا تبدیلی در ادارات دولتی یک امر معمول هست، ولی دو شخصیتی که به حیث وزیر دفاع و داخله معرفی شده افراد با تجربه در بخش سکتور امنیتی هست و ما مطمئن هستیم که حضور از اینا میتونه در برنامه امنیتی مؤثر و مفید باشه. امرالله صالح و اسدالله خالد هر دو پیشینه رهبری ریاست عمومی امنیت ملی را دارند. اسدالله خالد در سال 1391 هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در آن زمان اعلام کرد که این حمله در پاکستان برنامه ریزی شده بود. آقای صالح نیز از چهره های مطرح افغانستان است. او سالها رئیس امنیت ملی بود و دو سال پیش نیز رئیس جمهور غنی او را به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی گماشت. اما امرالله صالح پس از مدت کوتاهی از این سمت کنارگیری کرد. اینان در وضعیت حساس در این پست ها گماشته شدند. از یک سو تلاش های صلح امریکا با طالبان شدت گرفته و از سوی دیگر طالبان از گفتگو با دولت افغانستان خودداری می کنند. هفته گذشته نیز رئیس جمهور محمد عمر داوودزی را که احتمال می رفت یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو باشد را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح تعیین کرد. احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. ملیحه حسن، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز در کمیسیون مستقل انتخابات نهایی نشده است. از سوی هم رهبران حکومت وحدت ملی بر کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد کردند تا انتخابات های ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها همزمان برگزار شوند. منابع درون حکومتی تایید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات به شدت انتقاد کردند.
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی بر برگزاری همزمان انتخابات های ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و پارلمانی ولایت غزنی تاکید کردند. رهبری وحدت ملی بیشتر متمرکز است بر برگزاری 4 انتخابات در یک وقت و دلایل مقنع بر برگزاری 4 انتخابات یک وقت دارند، ولی کمیسیون بر 31 عمل نه تنها آمادگی نداره بلکه ناممکن است که 4 انتخابات در 31 عمل برگزار کنند. هرچند تا کنون بیش از 30 تن بسته های معلوماتی نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کردند، ولی در دومین روز نامنویسی نامزدان ریاست جمهوری نامزد ثبت نام نکرده است. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. کمیسیون از لحاظ عملیاتی و مدیریتی دولت بسیار ایدئال و مناسب قرار ندارد که 100% به اطمینان بگوییم که امید برگزاری انتخابات به وقت خود باشد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که لقاءات حکومتی بر کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد میکنند تا منافع آنها در انتخابات تامین شود. حکومت خودش میخواهد کمیسیون که انتخابات به این شکل با تاخیر مواجه کو یا پیش بیار یا پس ببر، این خودش یعنی منافعش گروپی و تیمی خود رئیس جمهور و حکومت در اینجا نشان میتن، نه ای که به خاطر پروسه انتخابات اونا نگران باشند. حال دیده شود که کمیسیون مستقل انتخابات موفق به برگزاری انتخابات در 31 عمل سال آینده می شود و یا این که انتخابات به تعویق خواهد افتاد. در فهرست برندگان ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی تغییرات گسترده‌ای به میان می آید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می گوید که در اعلام فهرست برندگان ابتدایی نامزدان انتخابات معیارها و فیصله های این کمیسیون در نظر گرفتن نشده و ممکن است در برخی حوزه های انتخاباتی تغییرات گسترده در فهرست برندگان ابتدایی نامزدان به میان آید. همزمان ممکن است کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رای های ولایت میدان وردک را باطل اعلام کند. معاون این کمیسیون میگوید هم اکنون سرگرم بررسی تقلب های گسترده انتخاباتی در این ولایت است. انتخابات 28 و 29 میزان مجلس نمایندگان در کشور با ادعاهای کاربرد گسترده تقلب و بی‌نظمی ها روبرو بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز فهرست نخستین برندگان انتخابات مجلس نمایندگان شمار از ولایت ها را اعلام کرده است. اما کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید به دلیل سپری نشدن مرحله استنافی شکایت ها فیصله های این کمیسیون در اعلام فهرست نخستین در نظر گرفته نشده است. اما این کمیسیون تاکید دارد که اعلام فهرست نهایی مشروط بر بررسی و فیصله این کمیسیون است. تا زمانی که به تمامی شکایات و اعتراضات کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی نکرده باشد، یک و جنبندی خود را نداشته باشد، دو و این نتایج به کمیسیون شکایت روان نکند و کمیسیون انتخابات روان نکند، کمیسیون انتخابات به هیچ وجه نمیتواند لیست نهایی را اعلان کند. نه لیست نهایی را اعلان کرده میتونه و نه میتونه که در نظر نگیره تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را. همزمان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از احتمال تغییرات گسترده در فهرست اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات در برخی ولایت ها نیز سخن میزند. قضایا در کمیسیون مرکزی نهایی شود، در او صورت باز تغییرات میآید. آلی فرق میکنه نظر به هر حوزه که در ولایت کابل مثلا چه لیستی که اعلان شده و بررسی ها و رسیدگی هایی که به شکایت میشه چقدر تقلب در اینجا وجود داره، آیا میشه 50%، 60%، 70%، حتی 100% تغییر در لیست‌های ابتدایی با وجود بیاید. معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید یکی از ولایت‌هایی که با ادعاهای گسترده تقلب روبرو بوده میدان وردک است و این کمیسیون درباره باطل ساختن رأی‌های این ولایت و یا هم اعتباردهی به این رأی‌ها به زودی تصمیم خواهد گرفت. میدان وردک اونجا هم سطح تقلبات بالاتر از 75% هست. انال او دوسیه های ما و قضایای ما زیر کار است در بخش بررسی، در بخش تحلیل. بعد از او تصمیم خواهد گرفتیم که آیا نتایج حوزه وردک باطل شد و یا همی که به او اعتبار داده شد. همزمان امروز کمیسیون شکایت های انتخاباتی نشست علنی را برای رسیدگی به پرونده های استنافی شکایت ها درباره انتخابات ولایت بغلان برگزار کرد.
یافته های پژوهش دیدبان شفافیت نشان می دهد که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، دفتر رئیس جمهور غنی بودجه موازی با بودجه ملی ایجاد کرده است. این نهاد می گوید ریاست جمهوری با استفاده از پروژه های توسعه‌ای کارزار انتخاباتی اش را به پیش می برد. پژوهشگر این نهاد می گوید که معاون دفتر رئیس جمهوری در دو سفرش به ولایت های دایکندی و پکتیا 10 پروژه توسعه‌ای خارج از بودجه پیشنهاد کرده است. از سوی هم بر بنیاد پژوهش دیدبان شفافیت، بودجه مالی سال 1398 در معرض سوء استفاده حکومت، زورمندان و افراد با نفوذ قرار دارد. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. پژوهش تازه نهاد که بودجه مالی سال 1397 و سال مالی جدید را به بررسی گرفته نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان برای سال مالی 1397 377 میلیارد افغانی بودجه تصویب کرده بود، اما این مقدار در جریان سال به 425 میلیارد افغانی افزایش یافته است. به باور این نهاد، حکومت افغانستان هیچ دلیل موجهی درباره تغییرات در بودجه ارائه نکرده است. در کنار آن، یافته های این پژوهش تازه نشان می دهد که فساد، سهم نگرفتن مردم در بودجه سازی و نفوذ افراد سیاسی سبب شده که بودجه سال مالی 1397 در کاهش فقر و رشد اقتصاد کشور مؤثر تمام نشود. نشان می‌دهد که پروسه بودجه ملی به شدت یک پروسه است که از نفوذ سیاسی و سوء استفاده سیاسیون متضرر شده و تمام از این باعث شده که بالاخره پروسه بودجه ملی نتوانه یک تغییر جدی را در زندگی مردم ایجاد بکنه. کمتر از 4 ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری مانده. ظاهرا تکت‌های اصلی از همکنون کارزار انتخاباتیشان را آغاز کردند. دیدبان شفافیت افغانستان ریاست جمهوری را به سوی استفاده از پروژه های توسعه‌ای برای کارزارهای انتخاباتی متهم می کند. اما مهمتر از همه، بر بنیاد پژوهش تازه دیدبان شفافیت، ریاست جمهوری به هدف پیشبرد کارزارهای انتخاباتی بودجه موازی با بودجه ملی ایجاد کرده و چهره های نزدیک رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت ها به مردم پروژه های توسعه‌ای پیشنهاد می کند که خارج از بودجه و تدارکات عملی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که معاون دفتر رئیس جمهور غنی و دستیاران در سفر به ولایت های دایکندی و پکتیا در پروژه توسعه‌ای به مردم تعهد کرده که اصلا شامل بودجه ملی نیستند. در ولایت دایکندی 5 پروژه جدید خارج از بودجه ملی پیشنهاد شده و در این حال در ولایت پکتیا همچنان 5 پروژه جدید خارج از بودجه ملی و بر اساس گفته های مسئولین دفتر رئیس جمهور اینا خارج از بودجه ملی و خارج از پروسه تدارکات انجام میشن. اما ریاست جمهوری این گفته ها را رد میکند و تاکید دارد که هیچ بودجه مخفی وجود ندارد. بودجه توسط وزارت مالیه تهیه و تنظیم میشه. پارلمان افغانستان به بودجه رای میده. هیچ بودجه مخفی وجود ندارد و سفرهایم که رئیس جمهور در ولایات داره همیشه برنامه‌ای که داره منابعش اعلان میشه که از کدام منابع کدام پروژه ها پیش برده میشه. بودجه سال مالی 1398 یک بودجه است که فقط به خاطر برآورده شدن نیازمندی های انکشافی مردم ما ساخته شده است و اساس معیارهای بین المللی ساخته شده است. برخی اعضای گروه دادخواهی بودجه ملی نیز با انتقاد از بودجه مالی سال 1398 تاکید دارند که جزئیات 130 پروژه روشن نیست و در انتخاب پروژه های توسعه‌ای به ویژه در بخش ارتقای ظرفیت تبعیض آشکار وجود دارد. ما هم تاکید میکنیم که این سند سندی بودجه ملی نیستند، بلکه سندی برای کمپاین ریاست جمهوری سال آینده است. پس بنابراین ما خواهانی آوردن اصلاحات جدی در بخش هستیم. دیدبان شفافیت و گروه دادخواهی بودجه ملی از مجلس نمایندگان می‌خواهد که بودجه مالی سال 1398 را با این وضعیت تصویب نکند. بودجه مالی سال 1398 399 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 188 میلیارد آن از رهگذر درآمدهای داخلی به دست خواهد آمد.
تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نیمی از نیروهای نظامی این کشور از افغانستان با استقبال پاکستان روبرو شده است. وزیر خارجه پاکستان تصمیم تازه ترامپ را در موفق شدن گفتگوهای آمریکا با طالبان مؤثر می‌خواند. همزمان رئیس ستاد ارتش پاکستان با پشتیبانی از روند صلح به رهبری دولت افغانستان می‌گوید امیدوار است که برنامه حکومت افغانستان برای صلح به تأمین صلح پایدار در این کشور منجر شود. اما مسکو هنوز در مورد تصمیم ترامپ برای بیرون کردن سربازان خارجی از افغانستان مطمئن نیست. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو منتظر اقدام عملی واشنگتن در این زمینه است. استقبال روسیه و پاکستان از خروج احتمالی نیم از نیروهای آمریکایی از افغانستان. وزیر خارجه پاکستان تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را گام مؤثر در جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان خوانده است. شاه محمود قریشی میگوید اسلام آباد به هدف زمینه‌سازی برای این گفتگوها شمار از زندانیان طالبان را آزاد کرده است. قریشی همچنان از گفتگوهای صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان در ابوظبی استقبال کرده و گفته که کشورش به پشتیبانی از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد. صدر ترامپ کی یه پالیسی کا تصمیم رئیس جمهور ترامپ در ارتباط به خارج کردن نظامیان این کشور از افغانستان تمایل پاکستان برای صلح در منطقه را بیشتر می‌کند و آینده گفتگوهای سیاسی صلح میان آمریکا و طالبان را کمک می‌کند. پاکستان نیز برای کمک به این روند و ایجاد یک محیط کارآمد که برای مذاکرات مفید باشد نیز شماری از زندانیان طالبان را از بند رها کرد. پاکستان هر نقشی که بتواند در صلح و ثبات افغانستان بازی کند را انجام خواهد داد. همزمان رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز با پشتیبانی از روند صلح به رهبری دولت افغانستان میگوید که کشورش امیدوار است نقشه که دولت افغانستان برای صلح ترسیم کرده منجر به تامین صلح پایدار در این کشور شود. پاکستان از تلاش‌های صلح بر رهبری و حاکمیت دولت افغانستان پشتیبانی میکند و انتظار دارد نقشه که دولت این کشور برای صلح پایدار در این کشور ترسیم کرده است به موفقیت بیانجامد. اسوی سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که مسکو از تلاش‌هایی که برای جلوگیری از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان انجام می‌شود پشتیبانی می‌کند، اما منتظر است ببیند دولت آمریکا برای خارج کردن نظامیانش عملاً اقدام می‌کند یا خیر. روز گذشته طالبان نیز از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامیان کشور در افغانستان استقبال کردند و آن را نشانه برای پیروزی خود در جنگ افغانستان دانستند. شماره سناتوران جمهوری‌خواه اما از جمله لنزی گراهام تصمیم ترامپ برای خارج کردن بخشی از نظامیان این کشور از افغانستان را به زیان آمریکا خوانده و هشدار دادند که خروج از افغانستان زمینه را برای حمله های مشابه 11 سپتامبر به آمریکا فراهم خواهد کرد. ماهیت راهبرد آمریکا برای افغانستان تغییر کرده است. نزدیک به 1.5 سال پیش آمریکا با اعلام راهبرد تازه بر مبارزه با طالبان از راه نظامی تاکید می‌کرد و پاکستان را پشتیبان اصلی این گروه می‌دانست. اما هم اکنون این کشور راه پایان جنگ افغانستان را در گفتگو جستجو می کند. به باور برخی آگاهان دونالد ترامپ برای تحقق تعهدهای انتخاباتیش این راهبرد را تغییر داده و تلاش می کند تا از هر راه ممکن مسئله افغانستان را پایان یافته اعلام کند. همزمان بسیاری از عضوهای کابینه دونالد ترامپ در اعتراض به سیاستهای رئیس جمهوری این کشور در قبال افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه کنار رفتند. نرگس هورخش تحولات راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان را بررسی کرده. دونالد ترامپ راهبرد جدیدش برای افغانستان جنوب آسیا را با این پیام شروع کرد. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. یک سال و چهار ماه پیش پذیرفت که پاکستان پشتیبان اصلی طالبان است و اعلام کرد که با این گروه به گونه‌ای جدی و از راه نظامی مبارزه خواهد کرد. راهبردی که با استقبال‌های زیادی روبرو شد، از حکومت افغانستان گرفته تا کشورهای منطقه و جهان. آن زمان این راهبرد امیدهای بسیاری را زنده کرد، مبنی بر این که افغانستان بتواند از جنگ رهایی یابد. در این 1.5 سال هم برخی اقدام‌ها در برابر طالبان و پاکستان روی دست گرفته شد. هدف قرار دادن برخی فرماندهان طالبان در میدان‌های نبرد و قطع کمک‌های مالی بر پاکستان بخشی از این تلاش‌ها بود. برعکس با گذشت هر روز ما شاهد متأسفانه تلفات نیروی امنیتی خود ما بودیم. ما شاهد ازی بودیم که
ساحه قلمرو دشمن مخالفین با گذشت هر روز انکشاف پیدا کرد، توسعه پیدا کرد. به او خاطر اینا در موجودیتشان، در مبارزهشان، در جنگشان اگر صداقت می داشتن، تعهد اگر می داشتن، مردم افغانستان شاهدی قدر بدبختی و مصیبت و آوارگی و بیچارگی نمی شدن. هرچند راهبرد آمریکا بر فشار نظامی بیشتر تاکید داشت، اما همکنون دیده می شود که آمریکا با همکاری پاکستان در تلاش یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان است. از سوی جابجایی مقام‌های ارشد نظامی این کشور در افغانستان هم بخشی از تغییراتی است که پس از راهبرد آمریکا برای افغانستان انجام شده است. مثلا جنرال جان نیکلسن از مأموریت فرماندهی پشتیبانی قاطع کنار رفت و در عوض جنرال میلر این مسئولیت را گرفت. تغییری که به باور بسیاری آگاهان ماهیت راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان را به کلی تغییر داده است. یک تضاد افغانستان تهدید میکنه. به فکر میکنم که بعد از سال نو عیسوی ما داخل یک بحران فراگیر دیگری خواهد شدیم که خیلی هولناک و خطرناک خواهد بود. و در فرجام این اقدام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هم با شتاب تلاش میکند تا گفتگوهای صلحش با طالبان به نتیجه برسد و ظاهرا دستاوردهای هم داشته. هرچند به نظر می رسد دولت افغانستان در تلاش های پسین برای صلح به حاشیه رفته، اما از هر گونه تلاش برای آوردن صلح در کشور استقبال می کند. مونږ د صلح طرفدار یو. د جلال مآب رئیس جمهور د څلور کلو رئیس هم دا هڅه وی چې د صلح لپاره اجماع رامنځته کی. اجماع رامنځته شول، مونږ د صلح طرفدار یو. مونږ هر وخت په صلح تاکید کړي. هر هغه گروپ چې د صلح سره نه یو ځای کیږي هغه سرکوب کوو. با این همه پس از کش و قوس‌های زیاد، هم دولت افغانستان و هم آمریکا تاکید می‌کنند که راه حل مشکل افغانستان گفتگوست و تا ماه‌های آینده گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه خواهد نشست. در پی سونامی بامداد امروز در اندونزیا نزدیک به 170 تن جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. شماری از بخش‌های گردشگری و مسکونی این کشور هم در پی این سونامی تخریب شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، فوران آتشفشان با وقوع زمین لرزه در بستر دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی در تاریکی شب منجر شده است. در پایان هم چند خبر ورزشی. بورد کرکت کشور امروز تا این نشست خبری قرارداد اعمار مهمانخانه ورزشگاهی کرکت قندهار، ساخت اکادمی در کنر و بازسازی اکادمی کرکت خوست را با شرکت‌های قراردادی امضا کرد. قرار است مهمانخانه ورزشگاهی کرکت قندهار با ارزش $350,000 کمک کشور هند ساخته شود. از سوی هم مسئولین بورد کرکت کشور از آمادگی‌های کامل برای آوردن جام جهانی سال 2019 میلادی به کشور سخن می‌گویند. جام رقابت‌های سال 2019 میلادی و روز چهارشنبه همین هفته به کابل آورده می‌شود و سپس به ولایت‌های بامیان، کندهار و هرات برده خواهد شد. طولی و ادوال به انتظار و او سمسترگی پلار دی چې د نړیوال جام هغه ترافی چې په 2019 کال کې په انګلستان کې به د سره کیږي او په هغه کې به لس لوبډلې د دې لپاره کوشش کوي چې کمی واد په دې وتوانېږي چې دغه نړیوال جام په خپل نامه کې. به اساس قوانین شورای جهانی کرکت، جام رقابت‌ها به کشورهای شامل رقابت‌های این جام برده می شود. این دومین بار خواهد بود که پس از سال 2015 این جام به افغانستان آورده می شود. سپاس از اینکه با یک همراه هستید. شب خوب پیش رو داشته باشید.